یک شرکت داروسازی آمریکایی از تهیه واکسن کرونا با 90% اثر بخشی خبر داده. شرکت فایزر و شریک آلمانیش بایونتک گفتند که نتایج اولیه آزمایش مرحله آخر این واکسن روی 43,500 نفر در 6 کشور هیچ عارضه جانبی جدی نشان نداده. قرار است آنها طی هفته‌های آینده برای گرفتن مجوز اضطراری تولید این واکسن در آمریکا اقدام کنند. فایزر امروز رو یک روز بزرگ برای علم و بشریت خونده. این شرکت گفته امیدواره طی کمتر از 2 ماه آینده 50 میلیون دوز و در طول سال آینده میلادی 1,300,000,000 دوز واکسن تولید کنه. بازارهای بورس به این خبر واکنش مثبت نشون دادن. همزمان چندین شرکت داروسازی دیگه در آمریکا و کشورهای دیگه مشغول آزمایش واکسن‌های خودشون برای درمان کرونا هستند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هست. آقای عطاری، خیلی به نظر میاد که خب همه منتظر این خبر بودن، خبر خوبی است به گوش بسیاری، از جمله حتی بازارها هم واکنش مثبت نشون دادن، ولی چقدر این خبر در عمل برای کسانی که میخوان خودشونو به مسئولیت برسونن امیدوار کننده است؟ خب در میان این خبرهای ناراحت کننده که این روزها میشنویم، این خبر بسیار مسرت بخش هست. همونجور که شرکت فایزر هم اعلام کرده، این روز بزرگی برای پیروزی علم هست از چند جهت. هم این که در واقع ابزاری برای مبارزه با بزرگترین مشکل اپیدمی و بهداشتی قرن داره به وجود میاد و در دسترس قرار میگیره. نکته دیگه این هست که این واکسن بیشتر از اونچه که انتظار میرفت داره تاثیرات مثبت میذاره، در حالی که ما میبینیم افراد مبتلا برای بار دوم و سوم هم دارن مبتلا میشن، اما این واکسن تونسته به شرایطی برسونه خودش رو که در واقع جلوگیری رو به صورت 100% و یا 90% انجام بده. پیشبینی های اولیه تأثیر واکسن ها رو 60-70% پیش بینی میکردن، اما این داره بیشتر از انتظار و در حدود 90% تأثیر پذیری میگیره. همین ازتون سوال بکنم، و 90% وقتی گفته میشه یعنی اینکه 10% از کسانی که این واکسن رو میزنن شاید روشون تأثیر نداشته باشه، ولی شما میگین که این حتی بهتر از انتظارها است. دقیقاً همینطوره. خب اگر ما مقایسه بکنیم با واکسن‌های دیگه‌ای که مؤثر بوده در اپیدمی‌های دیگه مثل سرخک، مثل آبله و بقیه موارد، می‌بینیم که این نتیجه 90% بسیار بسیار بالا هست و این میتونه 10% بقیه هم به دلیل ایمنی جمعی که این واکسن ایجاد میکنه خودشون خواه نخواه اینها هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت و هیچ جای نگرانی نیست. نکته بعدی فقط نحوه در دسترس قرار گرفتن این واکسن هست که حالا این رو باید در واقع بهش بپردازن. و نکته بسیار جالب دیگه ای که در این واکسن وجود داره اینه که اولین واکسن RNA یا ژنتیکی هست که داره ساخته میشه، و اگر این واکسن مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا یا بقیه سازمان‌های کنترل کننده قرار بگیره، این اولین واکسن ژنتیکی هست که داره در دنیا ساخته میشه و این جهش بسیار بزرگی هست و روش نوینی برای مقابله با بیماری هاست. و اینجاست که ما بسیار امیدوارانه میتونیم بگیم که طی 1 سال یا 1.5 سال آینده این بیماری رو و حتی اپیدمی های بعد از این رو به راحتی خواهیم تونست تحت کنترل در بیاریم. ممنونم از وقت شما آقای عطاری. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جو.